السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. چطور هستین طفلکای نازنین؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحت دارین؟ مام خوب هستم. بسیار یک کم آی مرد خدا گپ نمیمونی. دختر جان تو جه بیشی بیشی باز گپ میزنیم. بخیر بیشی. آما مام تو را خوش دارم. باز درس خلاص شد. بخیر بغل هم میگیرم تا اوکی؟ آپسان تو را بغل میگیرم. خا ما میخواستم بگویم که ما بسیار دی روزا مصروف بودم. دیگه نتانستم که درس ها را پیش ببریم. دیگه حالا بخیر نوبت رسید به درس عقیده. انشاءالله درس خودش شروع میکنیم. درس پانزه ما خوانده بودیم که الله سبحانه و تعالی شفا دهنده ماستا. آکه خیلی شروع میکنم با سوالایش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آله ما سوالای درس پانزدهم از پیش شما پرسان میکنم و در درس پانزدهم فعل شفا دادن الله سبحانه و تعالی را فعل شفا دادن الله سبحانه و تعالی را ما شناختیم. آکی خیلی سوال اول ما پرسان میکنم. آماده هستین؟ وقتی که آدم علیه السلام مریض میشد او را کی شفا میداد؟ ماشاءالله. وقتی که نوح علیه السلام مریض میشد کی شفا میدادش؟ ماشاءالله. وقتی که داوود علیه السلام مریض میشد کی شفا میدادش؟ الله. وقتی که سلیمان علیه السلام مریض میشد او را کی شفا میداد؟ الله. ماشاءالله ماشاءالله. وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم مریض میشد کی شفا میدادش؟ الله. خیال ما فهمیدیم که کل پیامبران الله سبحانه و تعالی وقتی که مریض می شدن کی شفا می دادشانه؟ الله. الله شفا می دادشانه. وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه مریض می شد کی شفا می دادش؟ الله. الله. وقتی که عمر رضی الله عنه مریض می شد کی شفا می دادش؟ الله شفا میداد. بله بله بله. وی برقا رفت؟ نه برقا نرفت. کمپیوتر گل شد پس روشن شد. خب وقتی که ها مزرعت میخوای مرا تختخ گرفت. مرا تختخ گرفت. بسیار بلند بلند گپ میزنم. ما یکمک مریضم بودم دیگه. آله دیگه بخیر مریضیم خوب شده. و کی شفا داده مرا؟ الله. مرا الله شفا داده. خب وقتی که عثمان رضی الله عنه مریض می شد کی شفا می دادش؟ الله. خب وقتی که علی رضی الله عنه مریض می شد کی شفا می دادش؟ الله. الله شفا می دادش. وقتی که بلال رضی الله عنه مریض میشد کی شفا میدادش؟ الله. الله شفا میداد. وقتی که حسن رضی الله عنه مریض میشد کی شفا میدادش؟ الله. خای وقتی که حسین رضی الله عنه مریض میشد کی شفا میدادش؟ الله. الله شفا میداد. وقتی که عایشه رضی الله عنها مریض میشد کی شفا میداد؟ الله شفا میداد. وقتی که فاطمه رضی الله عنها مریض میشد کی شفا میداد؟ الله. وقتی که بی بی خدیجه رضی الله عنها مریض میشد کی شفا میدادش؟ الله.
الله شفا میداد. وقتی که امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل و امام ابن تیمیه و دیگه علما و دانشمندای اسلام بزرگا وقتی که مریض میشدن کی شفا میدادشان؟ الله سبحانه و تعالی شفا میدادشان. خوخی آل فهمیدیم که پیامبران، اولیا یعنی دوستای الله را، صدیقین، شهدا، صالحین و تمام انسان ها وقتی که مریض میشدن و میشن کی شفا میدادشان؟ الله. الله. خوخی وقتی که مریض میشدن پیش کدام قبر میرفتن که شفا بدهشان؟ نه. وقتی که مریض می شدن خاک قبر می خوردن؟ نه. خاک قبر آدم دیگه مریض می سازه. وقتی که مریض می شدن سنگ قبر می خوردن؟ نه. ماچ می کدن؟ نه. در جان خود می مالیدن؟ نه. وقتی که مریض می شدن چیز رو در گردن خود آویزان می کدن؟ نه. یگان کسا یگان چشمک ها رو آویزان می کنن. نه دیدین؟ یگان کسا که؟ چشمک ها رو ایزان میکنه، مثل چشمک ورس یک دانه چشمک ها. باز میگه که مرا شفا بده. خب ما فهمیدیم که پیغمبرا و صحابه و تابعین و تبع تابعین و علما و دانشمندای اسلام هیچ کدامشان وقتی که مریض میشدن پیش قبر نمیرفتن و از قبر شفا نمیخواستن و خاک قبر نمیخوردن، سنگ قبر به جان خود نمیمالیدن و تکی قبر به جان خود نمیمالیدن. خو خیف فهمیدیم که تنها و تنها شفا دهنده ما کی هست؟ الله. خو خی بسیار خوش شدم که در سکه یاد گرفتین. اینقدر درس مهم و اساسی است که هیچ گفتنم میتونم هیچ اینقدر خوش شدم. خو خی درس دیگر را شروع میکنیم. بخیر درس دیگه ما هست درباره میفهمین چی؟ درس 16 ما الله سبحانه و تعالی زنده کننده ما است، یعنی فعل زنده نمودن الله را میشناسیم در این درس. خوخی ما درسش رو میکنم، شما را متوجه باشین. اوکی؟ قرارا میشینین و یکان نفرتان دراز کشیده قرار میشینه، حتما شخ شده دراز کشیده دیگه خوبش نیست، باید آدم بیشینه. و شما هم شاگردکای عزیز آرام منظم میشینین و درس گوش میکنین. آها دیگه خواهی ابراهیم علیه السلام را الله زنده نموده است. ابراهیم علیه السلام را الله زنده نموده است. اسماعیل علیه السلام را الله زنده نموده است. و اسحاق علیه السلام را الله زنده نموده است. و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله زنده نموده است. و ابو بکر الصدیق رضی الله عنه را الله زنده نموده است. عمر رضی الله عنه را الله زنده نموده است. عثمان رضی الله عنه را الله زنده نموده است. علی رضی الله عنه را الله زنده نموده است. حسن رضی الله عنه را الله زنده نموده است. حسین رضی الله عنه را الله زنده نموده است. خو خی خی ما را کی زنده نموده؟ ما را الله زنده نموده. مادر ما را الله زنده نموده است. پدر ما را الله زنده نموده است. خواهر ما را مگر داشتیم و داریم الله زنده نموده است. برادرک ما را الله زنده نموده است. و پرندگان که می پرن چو 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 از یک درختک به دیگر درختک، بله بله او رام الله زنده نموده است. و حیوانات الله زنده نموده است. و نباتات
الله زنده نموده است. نباتات هم الله زنده نموده است. سبز شادابشان گردانده. و خزندگان الله زنده نموده است. و حال ما فهمیدیم که همه زنده جان ها را الله سبحانه و تعالی زنده نموده است. الله سبحانه و تعالی زنده نموده است. پس درس 16 ما دمیجا به پایان رسید. با امید که از این درس چیزی را مخته باشین، یاد گرفته باشین، در سکایتان را تکرار کنین. باز انشاءالله دفعه بعدی که ما آمدم باز جیبای خدا پر میکنم از توفا، باز پرسانتان میکنم که هر کس یاد داشت برش توفا میتونم. آل برتان میگم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله. او دیر بات ما را دیدین دیگه، باز ما چکا شروع شد. وی شما ما را دوست دارین کسایی که ما را میبینین؟ بله. کلگیتان آکی ما هم دوستتان دارم، از همو دور بغلتان میگیرم، بغلتان میگیرم، خوب سعی زیاد بغلتان میگیرم، بغلتان میگیرم. خوب در بغل خود شما را پچق میکنم و بعد از او دیگه در بغل که پچق کردم باز شما را میگم که من استادکتان هستم. آکی خیلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله حافظ، الله حافظ، الله حافظ، الله حافظ، الله حافظ، الله حافظ.